سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز تصمیم گرفتم که یک ویدیو در مورد یکی از پایه‌ای ترین مسائلی که در معماری وجود داره شروع کنم. اونم کشیدن هست، یعنی چون معماری اول به صورت تجسمی شکل میگیره، اول تجسمه و بعد به صورت یک ساختار واقعی، یک ساختمان، یک پل، یک سازه فوق‌العاده در میاد. و این تجسم در مراحل اولیه که فقط در ذهن وجود داره لازم هست که روی کاغذ آورده بشه و ما نیاز داریم که از یک سری ابزار استفاده کنیم. و اولین، شاید بشه گفت ساده ترین ابزار در معماری، خط هست. البته منظورم ابزار دیگه ای که مثلا خب ما با مداد میکشیم، با روان نویس میکشیم، با هر چیزی، ولی منظورم اینه که یکی از ابتدایی ترین عناصری که ما به کار میبریم برای تجسم بخشیدن به اون چیزی که در ذهن داریم و اون رو کاغذ بیاریم، خط هست. و من امروز میخوام براتون توضیح بدم که ما چجوری میتونیم خطوط بهتری بکشیم برای اینکه بتونیم اون طرح سه‌بعدی رو که میخوایم رو بهتر بکشیم در نهایت. برای شروع من یه سری تمرینات رو معمولا پیشنهاد میکنم. خب اول بیایم شروع کنیم. من یه چند تا خط خیلی ساده میکشم، مثلا اینا چند تا خط ساده هستن، به نظر خط خوبی میان، خیلی صاف هستن نسبت به اینکه آن را با دست کشیده شدن، نه با خط کش. ولی یه مشکلی داره، این خط ها معمارانه نیستند. چرا؟ این خط ها ابتدا و انتها ندارن، خیلی آزاد کشیده شدن و جایگاه مشخصی ندارن. یه جورایی این خطا نصف نیمه هستن. ما برای که بتونیم خطای خوبی داشته باشیم لازم هست که قوی تر قلم رو بر کاغذ بگذاریم و خطوطی که میکشیم ابتدا و انتها داشته باشن. ببینید این خطوط نه ابتدا نه انتها دارن و نه همدیگر رو قطع کردن. اینا چیزایی هستن که مهم هست که ما توجه کنیم. من چند تا خط میکشم با نقاط ابتدا و انتهای مشخص، قوی. ببینید این خطوط کنترل شده هستن، قوی هستن و مثل این خطا آزاد و بدون نقاط ابتدا و انتها نیستن. حالا من یه تمرین خوبی رو که معمولا خودم انجام دادم و پیشنهاد میکنم اینه که بیاید یک سری فریم رو بکشین، یه کادرهایی رو بکشید. اصلا خود کشیدن کادر هم تمرین خوبیه برای خطوط معماری. مثلا من اینجا شروع میکنم، بله، و سعی کنید وقتی دوتا خط قراره که با هم برخورد داشته باشن از هم یک مقدار رد بشن. و مثل این نباشن که همدیگر رو قطع نکردن. خب ما میتونیم برای این تمرین این کادر رو بکشیم. مثلا من این کادر رو تقسیم بر دو میکنم
و شروع میکنم به خط کشیدن. اول از چپ به راست، خطای کوتاه. میتونم همین کار رو از راست به چپ انجام بدم، به این شکل. سعی میکنیم که خطوطمون موازی و مستقیم باشن. به این شکل. ببینید، ما نمیتونیم 100% خطا رو صاف بکشیم. کامپیوتر این رو بهتر از ما 100% انجام میده، ولی ما قرار نیست مثل کامپیوتر 100% خطا رو به یک اندازه بکشیم و منظورم اینه که همه رو صاف بکشیم مثل کامپیوتر، چون اون کار انجام میده و وظیفه ما چیز دیگه ای هست و این زیبایی به کار ما میبخشه. وقتی که ما میتونیم یک چیزی رو، یک طرحی رو بکشیم، یک طرح سه‌بعدی، یک اسکیس از یک ساختمان، هر چیزی رو که بخوایم بکشیم، تفاوتش با اینکه یک کامپیوتر اون رو پرینت بگیره و ما بکشیم اینه که وقتی ما طرح رو تموم میکنیم، هر کس که ببینه متوجه میشه که یک انسان این رو کشیده و انسان جایز الخطاست. انسان 100% نیست. انسان در یک طیف حرکت میکنه، یک نفر خطوطش ممکنه ضعیف‌تر باشه، با تمرین سالیان سال بهتر بشه، قوی‌تر بشه. پس اینکه یک مقداری خطوط ما مثلا لرزش داشته باشن مثل این خط، یا اینکه 100% صاف نباشن، زیبایی کار هست. ولی ما تلاش میکنیم که خطامون موازی باشن و بهتر بشن. خب ادامه تمرین میتونیم ببینید، این فریم ها خیلی کوچیک هستن، ولی این برای ابتدای کار هست. شما میتونید یواش یواش فریمتون رو بزرگ کنید تا جایی که خطوطی به اندازه یک صفحه بکشید و سعی کنید که در طول صفحه خطوط موازی باشن. اینها مثال هایی هست که من میتونم. این یکی از چپ به راست بود، این یکی از راست به چپ. تمرین بعدی میتونه از خطوط از بالا به پایین باشن به همون شکل. ببینید، کادر بعدی اینها از بالا به پایین، کادر بعدی میتونه از پایین به بالا باشه. ما تمرین دیگه که میتونیم انجام بدیم خطوط مورب هستن. مورب میتونه به این شکل باشه یا میتونه، ببینید، در دو جهت در جهت دیگه هم. میکشم. الالآخر. و میتونه حتی برعکس هم باشه. یعنی عکس این، من بیام این نقاط رو به این شکل به هم حتی وصل کنم.
یه نکته ای که من میخواستم بگم، اگر یک موقع ما یک خطی رو میکشیم که مثلا ما میخواستیم هدفمون این بوده که تا اینجا اون خط رو ادامه بدیم، اما این خط به هر دلیلی نیمه مونده، نیاییم این کار رو کنیم. ببینید اینجا این خط مشخصه که این یه خط بوده و از اینجا قطع شده، اینجا یه خط دیگه است. ما نباید این قطع شدن رو ببینیم. پس اگر یک خطی میکشیم که میخواستیم این رو ادامه بدیم تا اینجا، دوباره باید از اول شروع کنیم قوی و تا آخر بریم. اینجا شما هیچ قطع شدگی نمیبینید، این خط کامله. پس خطوط نصف نیمه رو به اون شکل رها نمی کنیم یا از ادامهش نمی کشیم، از ابتدا تا انتها. حالا فرض کنیم که من میخوام مثلا یک جعبه رو بکشم، یک مکعبی رو بکشم، یک کاهات. بله. و بیایم یک باکسی رو در این جهت ببینید، تمام خطوط رو من سعی میکنم که به همون شکل فکر کنیم که میخواییم در این جهت هم یک سری سایه بکشیم. حتی من سایه ها رو هم سعی میکنم به همون شکل خطوط کنترل شده و قوی به شکل هاشور هم و برای روی سطح جانبی مکعب هم که میخوام یک سایه روشن بزنم از خطوط مورب استفاده میکنم. هرچه که دورتر میشم تراکم خطوط هم کمتر میشه. من میتونم در جهت عکسش هم روی زمین هاشور بزنم که سایه رو بیشتر پررنگ‌تر نشون بدم. بله. این هم از این. و ما ممکنه بعضی موقعا بخوایم یک سری طرح‌های رو بکشیم و توی اون طرح‌ها بیایم از خطوط لرزان استفاده کنیم. بعضی موقع این ممکنه کار رو زیباتر کنه. ولی لرزان و کنترل شده. بله دوستان، این یه تمرین خوبی میتونه باشه. همونطور که گفتم میشونید تمریناتتون رو از کادرهای به این اندازه شروع کنین، 5 سانتی در 5 سانتی متر، و کادرهامون رو هی بزرگتر کنیم، هی بزرگتر کنیم تا برسه به اندازه یک صفحه بزرگ که میتونه خطوط اول در جهت طول کاغذ، بعد از اون در جهت ارزش، بعد شروع کنیم خطوط مورب در دو جهت
و این رو ادامه بدیم. میتونه یه تمرین همیشگی باشه و روز به روز بهتر بشه. خطوطی که میکشید قوی تر و مشخص تر. خب این بود نکات این درس از معماری. ممنونم از توجهتون، امیدوارم که این به دردتون بخوره و برام کامنت بذارید نظراتتون رو. اگه سوالی دارید خوشحال میشم که بتونم، اگه بدونم جوابش رو بهتون بگم یا اینکه راجعش تحقیق کنم و توی ویدیوهای بعدی در موردش بهتون بگم. ممنونم از توجهتون و امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید.